تازه‌های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. دیدگاه های ناتو و ایساب در پیوند به امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا. سردرگمی در تامین امنیت 259 مرکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. با تجدید فشار گروه طالبان بر امتداد خط دیورن به هدف ناامن سازی مناطق مرزی افغانستان. بنام خداوند یک تا مهربان، با عرض سلام روز دوشنبه 21 ماه اسفند سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 12 ماه اگست سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. نیروهای ناتو و ایساف در افغانستان امضای سند توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن را به نفع دو طرف می دانند. مقام های ارشد این نیروها می گویند آمریکا یکی از اعضای فعال ناتو است و جامعه جهانی سرمایه گذاری فراوان در 11 سال گذشته در افغانستان کرده است که نمی توان آن را با رها کردن این کشور نادیده گرفت. جوزف دانفورد فرمانده نیروهای ناتو نیز گفته است امضای موافقت نامه امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان پیام روشنی را هم برای طالبان و هم برای مردم افغانستان میفرستد که جهان افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. ظاهر قادری گزارش میدهد. توافقنامه امنیتی سندی که با امضای آن چگونگی حضور و شمار پایگاه های نظامی امریکا پس از 2014 در افغانستان مشخص خواهد شد، اما با دراز شدن چانه‌زنی ها میان کابل و واشنگتن سوال هایی را در محافل سیاسی و نظامی افغانستان ایجاد کرده است. امریکا تلاش دارد به زودی این سند نهایی شود، اما کاخ نشینان در کابل عجله در امضای این سند را به نفع افغانستان نمی دانند. مقام های ناتو با توجه به اوضاع منطقه امضای این سند را به نفع افغانستان و امریکا می دانند. ما از توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا استقبال میکنیم و هر گونه توافق دو جانبه بین دولت امریکا و افغانستان مسلما به نزدیکی ناتو با افغانستان کمک میکند. حکومت افغانستان امور شرط هایی را برای امضای توافقنامه امنیتی با امریکا مطرح کرده است. تامین صلح سرتاسری، مبارزه جدی با تروریسم، دفاع از حاکمیت افغانستان در برابر تهدیدهای بیرون مرزی و تقویت و حمایت از نیروهای افغان از شرط های عمده کاخ نشینان در کابل گفته شده است. با این حال پافشاری حکومت افغانستان برای قبولاندن خواستهایش بر امریکا در برخی موارد سبب مطرح شدن گزینه سفرسازی نظامیان امریکایی نیز شده است، اما مقام های نیروهای ائتلاف بین المللی می گویند جامعه جهانی برای این در افغانستان نیامده که این کشور را رها کند. شما همه می دانید که جامعه بین المللی سرمایه گذاری بی پیشینه ای را در جریان یک دهه گذشته کرده است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که دستاوردهای ما در آینده پایدار بماند. این روشن است که برای ادامه حضور ما فراتر از سال 2014 نیاز به یک چارچوب قانونی داریم. بنابراین ما انتظار میکشیم که با دولت افغانستان به یک راه حل مورد قبول برای حضور ما پس از سال 2014 برسیم و موافقت روی آن به نفع هر دو هم دولت افغانستان و جامعه بین المللی است. In the interest of the Afghan government and in the interest of the international community. با این حال فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان امضای این سند را مهم می داند و می گوید امضای این سند پیامی به طالبان است که دیگر در افغانستان کامیاب نخواهند شد. ظاهرا چانه‌زنی بر روی سند امنیتی میان کابل و واشنگتن اکنون به یک مسئله جنجال برانگیز بدل شده است. اینکه پیامد این سند چه نتایجی را در پی خواهد داشت باید منتظر سپری شدن زمان بود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نهادهای امنیتی تا کنون در مورد تامین امنیت 259 مرکز رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری اطمینان کامل ندادند. همزمان با این از جمع 399 مرکز ثبت نام و تازه کارت‌های رایدهی که در سطح ولسوالی‌ها و نواحی گشایش یافته، هنوز این روند در 12 مرکز و 4 ولسوالی به دلیل ناامنی‌ها آغاز نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل انتخابات هفت ماه پیش فهرست 7000 مرکز رایدهی را به نهادهای امنیتی کشور برای اتخاذ تدابیر امنیتی سپرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 4 ولسوالی به دست مخالفان مسلح قرار دارد و 259 مرکز دیگر با مشکلات امنیتی روبرو است که تاکنون مسئولان امنیتی از تامین امنیت در این مراکز اطمینان ندادند. نیروهای امنیتی پس بر ما اطلاع دادن که فقط 259 مرکز نمیتونه که بنابر تهدیدات زیاده که موجود است امنیتش تامین کنه، در غیر آن تمام مراکز دیگر امنیتش تامین کرده میتونه. مسئولان در این کمیسیون میگویند با آغاز مرحله دوم ثبت نام واجدان رایدهی و توزیع کارت های رایدهی به شمول 70000 زن نزدیک به 300000 تن تاکنون کارت های رایدهی را به دست آورده. با جز از 12 مرکز ثبت نام که هنوز بنابر مشکلات امنیتی چالش هایی که موجود است نتونستیم باز کنیم که 4 ولسوالی، یکی در زابل است ولسوالی کاکر و یکی ولسوالی دیشو باغران در هلمند و یک ولسوالی هم نوه در خزینی. این 4 ولسوالی البته دوجا حاکمیت حکومت نیست بنابر مشکلاتی که از ما نتونستیم که پروسه ثبت نام رای دهندگان در این ولسوالی ها آغاز کنیم. از سوی دیگر مقام ها در وزارت امور داخله میگویند برای برگزاری انتخابات سال آینده آمادگی های لازم را گرفتند و تلاش میکنند تا وضعیت امنیتی مراکز را که با مشکلات امنیتی مواجه است بهتر سازند. ما هم کمیسیون و هم مردم افغانستان از تامین امنیت انتخابات اونها را بر از اطمینان دادیم. جا نداره که افراد و اشخاص و یا نهادها روی امنیت و یا نگرانی هایی که رب میگیرن به امنیت انتخابات با مطرح کردن ای از آن مردم مخشوش بسازن. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با وجود 4 ولسوالی که به دست مخالفان مسلح قرار دارد، کالاهای لازم و مواد لوجستیکی که برای روند ثبت نام و واجدان شرایط ضرورت است در ولسوالی های زنجان ولایت غزنی و ماینورستان و چپدره کنر نرسیده است. همچنان این کمیسیون میگوید به دلیل ناامنی ها روند ثبت نام رای دهنده ها در ولسوالی های گیان پکتیکا و کامدیش نورستان نیز آغاز نشده است. وزارت امور داخله میگوید که طالبان پاکستانی و افغانستانی با فشار وارد کردن به مناطق مرزی دیورند در تلاش ناامنسازی این مناطقند. مقام ها در این وزارت در حالی اینچنین اظهار نظر میکنند که شماره از اعضای شورای ملی میگویند ولسوالی چپدره در ولایت کنر از 3 روز به این سو در محاصره طالبان قرار دارد. آنان میگویند تا حال هیچ اقدام از سوی حکومت مرکزی به خاطر اعزام نیرو به این ولایت صورت نگرفته است، اما وزارت امور داخله محاصره بودن این ولسوالی از سوی طالبان را رد می کنند. فرهناز فروتن گزارش می دهد. شماری از نمایندگان مردم کنر در شورای ملی می گویند که از 3 روز به این سو ولسوالی چپدره این ولایت در محاصره طالبان قرار دارد، اما تا کنون حکومت مرکزی برای اعزام نیرو هیچ اقدامی نکرده است. در روزی که گیچه در ولسوالی طالبان در خانه محاصره شده ملکی تلفات هم پکشته ده، زکنن سهر لست و جیمت اوسپینگیری تلیفون وکر لما غزید شورا مشر چی زما پا کرونه که راکت لگی دلیده و دغه د وجه نظر درې زخمیان لرم چې ماده صدابات روختون ته انتقال کړی دا ولسوالۍ مهار نشي. دلته د مانوګي ولسوالۍ دا دلته د وټپور ولسوالۍ دا د کونړ او ورپسې بیا نورستان ولایت دی چې دغه ټول به په همدې مصیبت اخته ای. فرمانده امنیه کنر از جریان جنگ با طالبان در این منطقه خبر میدهد و میگوید که این رویداد برای دو طرف تا حال تلفاتی نیز به دنبال داشته است. پلیس فعلاً در دوجه قرار داره، ولسوالی ولسوالش موجود است، کارهای خود را میکنه، منتها از چهار از راه بجه اثر نوخات دشمن کوشش میکنه که برای ولسوالی انداز بکنه و مردم بیچاره که در طالی ولسوالی هستن زیاده رازد میرسن که ما انشاءالله در دفاع از او هم کوشش میکنیم، پلانهای در روی تیز داریم، کوشش میکنیم که نیرا باشه، اتارهای تارون و نورسان و در این مسیر باید باشه تا بتانه مردم به شکل آزاد رفت آمد. خب جنگ است، اکثر نوبات دشمن تلفات میبینه، ما دو زخمی داشتیم که انتقال شدن در اوجه و 6 نفر از مخالفین 2 نفر کشته داده بودن و 4 نفر دیگه زخمی داشتن.
اما وزارت امور داخله طالبان را ناتوانتر از این میدانند و محاصره این ولسوالی را توسط این گروه رد می کنند. سخنگوی این وزارت میگوید که طالبان پاکستانی با عبور از نوار مرزی دیورند همواره در تلاش فشار وارد کردن و هرج و مرج در ولایت‌های شرقی اند. خب طالبان نمیتونن محاصره بکنن و من پشتن هم خدمت شما عرض کردم که وقتی ما دست به عملیات میزنیم طالب فقط فرار میکنه. طالب در فرار است، همیشه در فرار است و نمیتونه ولسوالی ما را محاصره بکنه. چه سر چپادر امیل از هم مثل که در حصارک عملیات روان از چپادر هم ما روی ازی کار میکنیم. عملیات است اینا جایی هستن که هم مرز با خط دیورند است، به اونجا وزیرستان شمالی جنوبی هم طالبای پاکستانی فشار میره، هم طالبای افغان است، اما نمیتونه. پاکستان همواره متهم به فرستادن دهشت افغانان از آن سوی مرز به افغانستان بوده است و باز بودن سرحدات افغانستان یکی از عمدترین عوامل در رفت آمد گروه های دهشت افغان آن سوی دیورند به افغانستان خوانده شده است. ادامه خبرها از کشور. محموله دیگر از مواد مقوی غذایی برای کودکان سوی تغذیه در منطقه دهدانه شهر کابل توسط حاجی محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات میان خانواده های مستحق آن توزیع گردید. کارشناسان آمار مرگ و میر کودکان در جهان را به اثر بیماری های گوناگون 12.6 میلیون تن تخمین زدند که از این میان سهم کودکان سوی تغذیه 50% است. بنیاد بیات یکی از طرح‌های مهم خود را در سال 1392 رسیدگی به کودکان سوی تغذیه عنوان نموده که تا حال در مرکز و ولایات مقدار قابل توجه از بسته‌ها برای خانواده‌هایی که از ناحیه کمبود مواد غذایی کودکانشان رنج می‌برند توزیع گردیده که در ادامه این مساعدت‌ها خانواده‌های نیازمند در منطقه دهدانا و در مرکز صحی آن میان آنها به حضور حاجی محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات توزیع گردید. یکی از پروژه‌هایی که به خاطر سوء تغذیه بنیاد بیات مد نظر گرفته از مدت زیاد است که ما در شهر کابل و ولایتی را ادامه دادیم و این مواد است که برای اطفال به خاطر سوء تغذیه هستند و این کمک های ما را قبلا ادامه دادیم. امروز هم در منطقه دهدانای شهر کابل هستیم که یک مقدار از این مواد آوردیم که برای مستحق نیست توزیع کنیم. معاون بنیاد بیات در هنگام توزیع مواد غذایی مقوی و تحویل دهی آن به خانواده ها از حضور تیم صحی سیاری این بنیاد در منطقه خبر داد که همراه با دکتر و دوای رایگان به مداوای بیماران محل میپردازند. کلینیک سیار بنیاد بیات هم آمده امروز با این همکار میباشه و در سه مریضایشون کمک میکنه. آمر صحی کلینیک دهدانا در دسترس گذاشتن مواد مقوی غذایی برای کودکان را در شرایط کنونی در همه کشور ضروری دانسته و آن را گام در جهت جلوگیری از بیماری های مزمن کودکان و مرگ و میر آنها عنوان می کند. در حدود از 100 طفل 80 طفل ما مروض به سوء تغذیه است که سوء تغذیه در شکل متوسط است. شکل شدیدش ما به اطفال در شفاخانه رفر میکنیم، اما برای شکل متوسطش کدام چیزی نداشتیم. بسیار خوب شد که توزیع شد برای طفلا، بسیار برای رشد طفلا و نمویشان بسیار مفید است. بنیاد بیات که شعار امسال را رسیدگی به کودکان سوء تغذیه عنوان نموده، از بهار سال جاری تا کنون اکثر مراکز صحی که با این بیماری در مرکز و ولایت مرتبط است از کمک های مواد مقوی غذایی اهدای این بنیاد بهره مند گردیدند که روند این مساعدت ها همچنان در مرکز و ولایت ادامه دارد. آسیب دیدگان سیلاب اول این هفته در ولسوالی شکردره ولایت کابل از نرسیدن کمک ها و حل نشدن مشکلات ناشی از این سیلاب از سوی دولت مرکزی شکایت دارند، اما مسئولان کمیته حالات اضطرار میگویند تکمیل نشدن سروی دقیق آسیب دیدگان سبب تاخیر در توزیع کمک ها شده است. سیلاب روز شنبه هفته روان در بخشی از ولسوالی شکردره در چند کیلومتری شمال غرب شهر کابل علاوه بر خسارات مالی جان 22 تن به شمول 8 کودک را گرفت و 3 تن را زخمی ساخت. همکارم عبدالوکیل نایبی که از نزدیک با مردم محل صحبت کرده است در گزارشش میگوید که در مسیر راه چند موتر حامل کمک های اولیه مؤسسات را دیدند که به طرف محلات سیلاب زده در حرکت بود. اینجا روستای غازه یکی از مناطق ولسوالی شکردره ولایت کابل که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب اوایل این هفته خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شده است. 22 نفر و شهادت میرسه، یعنی 20 نفر در مناطق غازه، 2 نفرم در تخت انتفاق میگه و مرز دیسبز و کلکان و 3 نفرم مجروح میشه. فامیل خودم شان بود، 2 تا همشیر، یک خودم فرکت شهید شد و یک برادرم شهید شد خورترک.
یک بچه جوان مامایم شهید شد، دو تا خورترک شهید شد، دو تا دختر شهید شد همراه خانمش. هرچند تا هنوز هیچ گونه بیماری ناشی از این سیلاب گزارش نشده است، اما تیم های بررسی وزارت صحت عامه به محل آمدند تا در مشوره با مسئولان محل مشکل آب آشامیدنی صحی را برای مردم برطرف سازند. بر اساس آمار ابتدایی بیش از 100 کاریز و سرچشمه مسدود شده است. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگویند آنان مواد کافی کمکی برای آسیب دیده ها دارند، اما به هدف رسیدن کمک به مستحقان و جلوگیری از سوء استفاده توسط افراد غیر آسیب دیده تلاش میکنند تا سروی دقیق را انجام دهند. این حاله که سروی تکمیل شد، ما مطابق به زو برای 4 ماه، برای 6 ماه، برای 8 ماه تا ما برش ما مواد غذایی میتیم. اما این ما هیچ وقت نمیتونیم و هیچ کس در دنیا نمیتونه که به مجرد یک حادثه شواسه کنین یک دم 8 تانه کانتینر بیایه و دیجه تخلیه شوه و بگویه بگیرید. جدول و ارقام دقیق از آسیب دیدگان را توحید بسازن، بعدن توضیح صورت میگیره. این مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید برای خانواده هر قربانی در این رویداد 50,000 افغانی و برای کسانی که خانه و دکانشان تخریب شده باشد 15,000 افغانی در نظر گرفته شده است. مسئولان محلی خسارمند شدن دست کم 10 خانه، دکان و دوافروشی و تلفات شمار زیادی از مواشی در مسیر این سیلاب را تایید میکنند. تخریب شدن سرک و پلچک و از بین رفتن باغ ها و زمین زراعتی در مسیر این سیلاب نیز سبب شده است که متضرران جلوی مسئولان را بگیرند و خواهان کمک شوند. از دولت تقاضا دارم که می منطقه موجود پولش جور کنه برادر، خوب صحیح اساس منطقه منم برادر سنگواری کنم، مازمی درخت از جمی جور خود تیر استم. یک رای است که از ورسوالی پغمان به ورسوالی شکردره وصل شده، تمام مردم امروزه از او را رفتره میکرد. امروز درباره از ویش کسی حتی نظر هم ننداخته طرفش کوچه رقمش هست چه رقمش نید. گفته می شود علاوه بر دولت شماری از مؤسسات خیریه مانند صلیب سرخ، سرمیاشت، آی او ام و چندین نهاد دیگر آماده شدند تا به سیلاب زده ها کمک کنند. خبر خیز کشور این که شمار بیماران مصاب به بیماری مانند کلرا در بدخشان به بیش از 1,000 تن رسیده است. گفته می شود وضع صحی بیش از 60 تن از بیماران وخیم است. تا کنون یک بیمار بر اثر این بیماری جان باخته است. محمد قاسم نصراللهی گزارش می دهد. دو روز پیش بیش از 400 تن از باشندگان روستای چپه در ولسوالی دارای مبتلا به بیماری شبخ ویبا یا همان کلرا شدند. مسئولان محلی می گویند حالا شمار مبتلایان از مرز 1,000 تن گذشته است. هرچند مسئولان محلی میگویند تلاش زیاد صورت گرفته تا جلو سرایت بیشتر این بیماری گرفته شود، اما این تلاش ها تا کنون نتیجه مثبتی در پی نداشته است. گزارش شده که وضع صحی 60 تن از این بیماران وخیم است. هرچند تیم‌های صحی به منطقه اعزام شده و تلاش برای کنترل و گسترش بیماری ادامه دارد، اما مسئولان محلی میگویند نهادهای بین‌المللی تا کنون هیچ کمکی به اینجا ارسال نکردند. ظاهراً این بیماری از نوع شبیه وبا گفته شده، اما هنوز دکتران آن را تایید نکردند. باز هم خوش آمدید. نبوده قوانین و لایحه در مورد انرژی برق در افغانستان سبب شده که شبکه برق رسانی به گونه لازم گسترش نیابد. مسئولان شرکت برشنا با اظهار این مطلب میگویند که حکومت افغانستان باید هرچی عاجل قانون برق را توشیح کند. مسافر قوقندی با جزئیات بیشتر این خبر. تصدی برشنا 4 سال پیش برای ارائه خدمات بهتر برق رسانی تغییر شخصیت حقوقی داده و به شرکت تبدیل شد، اما گفته می شود هنوز ارائه خدمات این شرکت برابر با نیازمندی های شهروندان افغانستان نشده است. مسئولان این شرکت یکی از دلایل رشد نکردن شبکه برق رسانی در افغانستان را نبود قانون در این بخش عنوان می کنند. قانون برق باید هر چیز در توشیح شود. یک موضوع پالیسی های منظم و مشخص در اینجا ایجاد شود تا برای سرمایه گذاری، چون برق یک ساحه بسیار خوب است برای سرمایه گذاری آینده افغانستان. یعنی اگر پالیسی های روشن باشه، قانون برق باشه، هر کس میخواد که در برق های آفتابی، در برق های بادی و در دیگر زمینه های برق های آبی اینا سرمایه گذاری کنه. از سوی دیگر آقای عالمی میگوید افغانستان هنوز با داشتن 26% ضایعات در انرژی برق در شمار کشورهایی است که بیشترین ضایعات را در منطقه به خود اختصاص داده است.
استاندارد کشورهای منطقه 16 و 15 رسیده با نظر داشت زایات تکنیکیش که مزایات لاین انتقال است. بعضی از مشکلات در شبکه ما وجود دارم، مثل موجودیت میترهای بسیار کهنه و فرسوده، طویل بودن مسیر انتقال برق، چیزها همش سر زایات تاثیر داره. بر اساس آمارهای وزارت انرژی و آب، در 11 سال گذشته پوشش خدمات انرژی برق از 6% شهروندان افغانستان نزدیک به 40% افزایش یافته است. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 30 پول، 1 یورو 74 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی. فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16. هرات آسمان هفته، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. مزار شریف هم آسمان هفته، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 23. و سرانجام شهر کندهار آسمان هفته، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19 درجه پیش بینی شده است. بازهار سپاس از همراهیتان و خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدار. اخبار